تخم‌مرغ‌های دوزرده معمولاً در فارم‌های مرغ‌های مادر بیشتر دیده میشه. سلام. امروز میخوام در مورد تخم مرغ دوزرده و علل تشکیل آن نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید تخم مرغ‌های دوزرده در بازار همچنان وجود داره و اگر سری به بازار تخم مرغ بزنید و یا سری به سوپری ها بزنید، انواع اقسام تخم مرغ ها رو با رنگ های مختلف و پوسته های مختلف شما خواهید دید. کیفیت اونها البته باز هم میگم بستگی به نوع غذا و جیره‌ای که داره باید تعیین بشه و کیفیت از اونجا برای ما مشخص میشه، ولی در مورد تخم مرغ های دوزرده من اعلام کنم که ما هیچ گونه سند و مدرکی رو دال بر این که مرغ هایی وجود دارن و نژاد هایی وجود دارن که تخم مرغ دوزرده بذارن، ما به هیچ وجه این گونه نژاد ها رو نداریم و هیچ گونه سند و منبع معتبری هم در این زمینه وجود نداره. اما بعضی از نژادهای سنگین در دنیا هستند، مثل نژاد اورپینگتون، نژاد رد آیلند و نژاد ساسکس یا سوسکس که به دو نوع تلفظ میشه. اینها نژادهای سنگینی هستند، ممکنه در طول دوره تخمگذاری تعدادی هم تخمهای دوزرده اینها بذارن، ولی اینجوری نیست که واقعا به تخم مرغ‌های دوزرده گذار مشهور بشن. چنین قاعده اصلا در بین مرغان تخم گذار وجود نداره. و اما کیفیت مرغ‌های تخم گذار رو اگر ما بخوایم بررسی کنیم، تخم مرغ‌های دوزرده معمولا تخم مرغ‌های بدون نطفه هستن و به درد جوجه کشی اینها نمیخورن، فقط خوراکی هستن که باید به صرف غذا و به عنوان یک غذای کامل مورد استفاده قرار بگیرن. و اما در رابطه با تخم مرغ‌های دوزرده و علت تشکیل تخم مرغ‌های دوزرده، من مطالب رو به صورت خلاصه خدمت دوستان بگم که نکته اولش مربوط میشه به ژنتیک طیور. بعضی از طیور قابلیت این رو دارند که از نظر ژنتیکی و ساختار ژنتیکی اینها به نحوی است که میتونن تعدادی از تخمهایی که میذارن اینها رو به صورت دوزرده بذارن. عامل دوم عامل استرس هست. دوستان ببینید، در مرغداری ها هر چقدر استرسمون بالا بره، هر چقدر شرایط نامطلوب رو ما در مرغداری ها فراهم کنیم یا در واقع ما یک استرس نوروژنیک به طیور بدیم، استرس عصبی به طیور بدیم، نئوفوبیا به وجود میاد. نئوفوبیا یعنی که سرعت و شدت خوراکشون بیشتر میشه و خوراک بیشتری رو میخورن و عصبی تر میشن و این عصبی شدن تأثیر میذاره روی در واقع تخم گذاشتن طیور و یک اختلالاتی رو در تخمدان به وجود میاره. فاکتور سوم مربوط به شرایط نگهداری است. ما هر چقدر شرایط نگهداریمون بد باشه، یعنی در واقع یک عامل مدیریتی است و اگر تو این عامل مدیریتی ما یک شرایطی رو به وجود بیاریم که مرغ‌ها این شرایط رو در واقع براشون سخت باشه، چه به لحاظ گرما، چه به لحاظ سرما، چه به لحاظ تهویه، ما مدیریت خوبی بر فارم خودمون نداشته باشیم، این امکان بسیار وجود داره که ما تخم مرغ‌های دوزرده رو هم داشته باشیم. اما این نکته را خدمت دوستان عزیز بگم که تخم مرغ‌های دوزرده معمولا در فارم‌های مرغ‌های مادر بیشتر دیده میشه. من خودم تو این فارم‌ها در یکی از کشت و صنعت‌های معتبر کار کردم و از نزدیک اینها را دیدم و جمع کردم خودم. معمولا در مرغ‌های مادر بیشتر دیده میشه تخم مرغ‌های دوزرده. به اینها را جمع می‌کنن چون به درد جوجه کشی هم نمی‌خورن، مجبورن اینها رو در معرض فروش بذارن. اما چیزی که خیلی مهمه، فرایند تشکیل تخم هست. این فرایند حدوداً 24 ساعت طول میکشه و اگر اختلالات عصبی رو ما در تخمدان داشته باشیم، به جای یه دونه تخمک دو تا تخمک همزمان با همدیگه آزاد میشن و وارد شیپور میشن و مجرای تخمبر میشن و روند پروسه خودشون رو ادامه میدن و همزمان دو تا زرده و دو تا تخمک وارد
پوسته میشن که به عنوان مرغ‌های تخمگذار اینها، تخم‌های دوزرده اینها شناخته میشن. اما بعضی ها هستن واقعیت تو بازار طیور دستکاری هایی رو در جیره طیور میدن. این به نظر من اصلا کار درستی نیست. بعضی از جیره ها رو من نمیخوام اینجا در واقع اون جیره رو، ترکیبات اون جیره رو خدمت دوستان بگم، چون اصلا روش مناسبی نیست، روش درست نیست، روش اخلاقی در پرورش طیور نیست. میان از این جیره ها استفاده میکنن یا زمانهای شب و روز رو، مدتهای شب و روز رو، تحریکات نوری رو در مرغهای تخمگذار اینها رو به هم میزنن و یک نوع در واقع اختلال در روند تخمگذاری اینها به وجود میارن. اینها رو من خواهشم از دوستان اینه که به چه قیمتی شما میخواهید در واقع این کار رو انجام بدید. وقتی شما به دنبال مرغهایی هستید که تخم دوزرده رو اینها تولید کنند و بذارند، حتما دستگاه تناسل اینها، دستگاه رحم اینها رو و تخمدانهای اینها رو شما در واقع به صورت عصبی و به صورت تیکهای عصبی اینها رو تحریک میکنید و اختلال به وجود میارید و یک نوع در واقع بیماری محسوب میشه. شما نباید این کار رو بکنید و دستاندرکاران عزیز هم نباید اجازه بدن چنین اتفاقاتی در مسئله مرغای تخمگذار به وجود بیاد. بگذارید این روند، روند طبیعی خودش رو طی کنه. ما اگر مدیریتمون در واقع در فارم‌های مرغ تخمگذار خوب باشه و بهتر باشه، میزان تخم‌های دوزردمون پایین‌تر میاد، چون ما اینها رو در واقع یا بحث خوراک هست، برای خوراک استفاده می‌کنیم، یا بحث مرغ‌های مادر هست که این تخم‌ها به دست میاد که وارد فاز جوجه‌کشی بشه و اینها نازا هستن، نطفه ندارن و مجبور هستیم که اینها رو به بازار ارائه بدیم. ولی در حالت کلی اگر بخوام خدمت دوستان عزیز عرض کنم، یک نوع اختلال عصبی در مرغ‌ها به وجود میاد و کنترل تخمدان‌ها و فولیکول در اختیار مرغ‌ها نیست و چون به شدت عصبی هستن، شدیداً اون تحریکات به وجود میاد و این تخم‌ها دوتا دوتا تخمک آزاد میشن و وارد شیپور میشن. همونطوری هم که میدونید زمان تخم گذاری بین ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر بیشتر هست. در این مدت و در این فاز بیشتر تخم‌ها گذاشته میشن و ما باید مراقب فارم خودمون از هر لحاظی باشیم و من آینده رو در واقع بد نمیبینم، چون حقوق حیوانات رو هم باید ما رعایت کنیم که چنین اتفاقاتی نیفته، چون سیستم داخلی طیور رو ما کلن به هم میزنیم و در واقع از بین میبریم. در واقع اگر بخوایم بگیم که تخم‌مرغ‌های دوزرده کیفیت بالاتری دارن، نه، میزان ماده غذایی در داخل پوسته تخم‌مرغ و در داخل تخم‌مرغ بیشتره. فقط دو تا زرده دارن و با آلبومین بیشتر، در واقع تأثیری روی کیفیت نداره و کیفیت رو ماده غذایی و جیره ما تعیین میکنه که چه نوع در واقع رنگ زرده و کیفیتی رو داشته باشیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. فالو کردن، شیر و سیو یادتون نره. خیلی ممنون. خدا نگهدار.